بسم الله الرحمن الرحیم سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شما شاگردای عزیز و نازنین امیدوارم که حال دلتان خوب خوب باشه به مکتب هادی خوش آمدید با مزمون فیزیک سنف هشتم در خدمت شما عزیزان هستیم قبل از اینکه وارد درس امروز شویم شماره واتساپ ما را یادداشت کنید شماره واتساپ ما هست دو سیف 255 413 شما میتونید از طریق این شماره با ما در ارتباط باشید منتظر پیام های شما عزیزان هستیم با همدیگه درس امروز با انرژی آغاز میکنیم قصد داریم که امروز فصل سوم با موضوع ساحه مغناطیسی را مورد بررسی قرار بدیم دو تا موضوع رو بررسی میکنیم یکی ساحه مغناطیسی رو خوب بررسی میکنیم و در رابطه با آهن روبای برقی هم با شما عزیزان صحبت داریم اما قبل از اینکه درس آغاز کنیم یک مروری بر درس جلسه قبل خب شاگردای عزیز در جلسه قبل در فصل دوم که با موضوع انتقال حرارت بود ما صحبت کردیم خب روش های انتقال حرارت چند تا بود؟ سه تا بود دیگه چی بود؟ روش هدایت جریان و تشعشع خب سواد پرسان میکنم در کدام یکی این سه تا روش ما نیازی به محیط مادی نداشتیم آفرین روش تشعشع خب در کدام یک از این سه روشی که ما به شما گفتیم یعنی روش هدایت، روش جریان و روش تشعشع در حالت جامد کاربردی نداشت یعنی حرارت در حالت جامد از این روش منتقل نمیشد آفرین روش جریان بود بدیم گفتیم در انتقال حرارت به روش جریان حتما باید ماده ای ما سیال بشه یعنی مایع یا گاز باشه در رابطه با تحفظ حرارت صحبت کردیم ترموز با هم دیگه بررسی کردیم یک وسیله بسیار کاربردی که در خانه های همه ما شما هست گفتیم ترموز یک مثال خوبه که از انتقال حرارت به هر سه روش جلوگیری میکنه گفتیم بین دو لایه ترموز یعنی لایه بیرونی و لایه درونی خلا وجود داره این خلایی که بین دو لایه وجود داره باعث میشه که حرارت از طریق جریان انتقال پیدا نکنه این در پشت ترموز وقتی که ما بسته میکنیم باعث میشه که هدا... ان... باعث میشه که حرارت از طریق هدایت انتقال پیدا نکنه و داخل ترموز هم گفتیم که به صورت شفاف و سیقلی رو درست میکنن چرا تا از انتقال حرارت بر روش تشعشع جلوگیری به عمل بیایه این موضوعاتی بود که در فصل دوم یعنی انتقال حرارت با همدیگه بررسی کردیم اما وارد فصل سوم بشیم با موضوع ساحه مغناطیسی با ما همراه باشید خب شاگردای عزیز و نازن یک تاریخچه از مغناطیس یا آهنربا و شما عزیزان بگیم قرنها از کشف آهنربا یا مغناطیس میگذره اولین ماده مغناطیسی که مورد استفاده قرار گرفت مگنتیت بود مگنتیت از ناحیه مگنزیا در ترکیه امروزی استخراج میکردن به خاطر همین به این که مگنتیت 600 سال قبل از میلاد مسیح یونانی ها با مگنتیت آشنا بودند. میدانستند که اگر یک آهن به مگنتیت مالش بدین این آهن هم خاصیت مغناطیسی به خودش میگیره بعد از او 500 سال قبل از میلاد چینی ها اولین کسانی بودند که قطنمار اختراع کردند. چه قسمی اختراع کردن اینا آمدن یک سوزن به یک مگنتیت مالش دادن این سوزن ما چی شد خاصیت مغناطیس پیدا کرد حالا آمدن سوزن روی سطح آب شناور قرار دادن یا این سوزن توسط یک نخ آویزان کردن مشاهده کردن که هر بار که این کار انجام میدن سوزن در یک جهت خاصی قرار میگیره این بود که تانستن قطب نما اختراع کنن یک تاریخچه بود از مغناطیس یا آهنربا اما شایرده عزیز و نازنین نکته مهمی که در رابطه با یک آهنربا ما باید بدانیم اینه که آهنربا دارای دو تا قطب است قطب S اس یا قطب جنوب قطب N یا قطب شمال دیگه پس آهنربا چند تا قطب داره؟ دو تا قطب داره قطب S و قطب N خب شایده عزیز نکته که در رابطه با قطب های مغناطیس وجود داره اینه که قطب هایی که هم نو هستند، اینها همدیگر دفع میکنن از هم فرار میکنن مثلا دو تا اس که کنار هم بیایه از هم فرار میکنن دو تا ان کنار هم بیایه از همدیگه دور میشن خب به تخت نگاه کنید چند تا مثال با همدیگه بزنیم فرض کنید که دو تا داریم من می‌خوام از شما سوال کنم که ببینم قطبهای مغناطیس خوب یاد گرفتید یا خب در حالت اول اگر اینجا قطب S ما باشه اینجا قطب N این قطب N باشه و این قطب S وقتی که این دوتا تا اندروبا را به همدیگه نزدیک میکنیم چه اتفاق میفته شایده عزیز؟ خب شما مشاهده میکنید دو قطب همنام یا همنو نزدیک هم میایه یعنی N با N خب گفتیم که طبق قوانینی که گفتیم اینا همدیگه رو دفع میکنن پس دو تا آهن چی میشه از همدیگه دور میشه دیگه سعیستا در حالت دوم نگاه کنید اینجا قطب N باشه اینجا قطب اس باشه اینجا هم قطب N باشه و یه هم قطب S خب وقتی که این دو آهن رو به هم نزدیک میکنیم چه اتفاق میفته خب شما میبینید که دو قطب نا هم نام نزدیک هم شدن هم نه نیستن دیگه سیستن پس اینا همدیگر را جذب میکنن باعث میشه که این دوتا نزدیک هم بیاید دیگه پس ای از قوانین قطب های مغناطیس خب سوالی که وجود داره اینه که چگونه ما میتونیم قطب های یک مغناطیس مشخص کنیم به نظر شما چگونه میتونیم قطبهای های مغناطیس مشخص کنیم خب اینجا ما میگیم که دو تا حالت وجود داره. در حالت اول اینه که شما یک مغناطیس دارید که قطبهای های ازی معلوم هست دیگه سایستا به نگاه کنید ما یک مغناطیس داریم که قطبهای های ازی مشخص هم. مثلا میدانیم که اینجا قطب N و اینجا هم قطب S هستن یک مغناطیس دیگه داریم هایش نامعلومه نمیدانیم که اینجا قطب S یا قطب N خب چی کار میکنیم؟ اینجا طبق حالتهای قبلی گفتیم این دو انروبا رو به هم نزدیک میکنیم اگر دو از هم دور شدن مشخص میشه که اینجا قطب N بوده و اینجا هم قطب S چرا؟ چون های هم نه و هم دیگره دفع میکنن اما اگر اینا همدیگر جذب کردن به سمت همدیگه آمدن میفهمیم که اینجا قطب S بوده و اینجام قطب N بوده پس یک حالت اینه که ما از طریق یک آهنروبایی که قطبهایش مشخص است میتونیم قطبهای یک آهنروبایی نامشخص دریافت کنیم یک حالت دیگه هم وجود داره حالت بعد اینه که شما یک مغناطیس دارید که قطبهایش مشخص نیسته و مغناطیس دیگه هم ندارید در این حالت شما باید کاری که انجام بدین اینه که ای آهن را توسط یک نخ آویزان کنید و از طریق قطب های کره زمین قطب های آهن مشخص کنید خب این قسمت به عنوان کار خانگی به شما میس که چه قسمی قطب های یک آهن نامعلوم مشخص کنیم در حالتی که هیچ آهن رو نداریم جواب سوالات خودتانه به شماره دو برای ما روان کنید خب شاید از این سوال بعدی رو ببینیم گفته درباره شکل زیر توضیح بدید خوب شکل نگاه کنید در حالت اول یک آهنربای سالم داریم که دارای دو تا قطب قطب N و قطب S در حالت دوم این آهنربا رو از وسط نصف کردیم و دو نیمه تقسیم کردیم و ما مشاهده میکنیم که باز هم هر نیمه دارای دو تا قطب قطب N و قطب S هر چی شما این کار رو انجام بدین بیشتر یعنی آهن رو به قطعاتی کوچکتر و کوچکتر تقسیم کنید باز هم هر قطعه دارای دو تا قطب S و N هست پس نتیجه ای که میتونیم بگیریم اینه که ما اصلا تک قطبی مغناطیسی نداریم این قسمی نیه که شما یک آهن رو نصف کنید یک نصفش قطب S باشه یک نصف دیگهش قطب N باشه نه این قسمی نیه شما هرچی تقسیم انجام بدین بیشتر و بیشتر باز هم هر تیکه ای آن رو با حتما دارای دو قطب اس و ان هست پس یادتون باشه ما اصلا تک قطبی مغناطیسی نداریم موضوع بعدی که قصد داریم بررسی کنیم ساحه مغناطیسیه خب شاگرده عزیز اگر شما یک آهن را به یک میخ فولادی نزدیک کنید مشاهده میکنید که این میخ به دنبال آهن رو با حرکت میکنه یعنی بدون اینکه شما میخ به آهن رو با اتفاق میفته یا شما یک آهن روبا را به یک قطب نما نزدیک کنید بدون این که آهن رو بار عقربه های قطب نما تغییر میکنه انحراف پیدا میکنه خب از این مثال ها چی نتیجه ای می میتونیم بگیریم پس ما یک مفهوم رو تعریف میکنیم به نام ساحه مغناطیسی سای مغناطیسی مفهومش اینه که فضایی در اطراف هر مغناطیس وجود داره که در این فضا خاصیت جذب و دفع اتفاق میفته به این فضای اطراف هر مغناطیس ما میگیم ساحه مغناطیسی این میشه تعریف ساحه مغناطیسی نکته مهمی که در رابطه با ساحه مغناطیسی وجود داره اینه که شدیدترین اثرات مغناطیسی را ما در قطبهای مغناطیسی مشاهده میکنیم دیگه اگر شما یک آهن را بگیرین داخل یک ظرفی پر از براده های آهن فرو ببرید میبینید که بیشترین جذب براده های آهن در دو تا قطب آهن اتفاق افتاده این نشان میده که شدیدترین اثرات مغناطیسی در قطبهای مغناطیس هستند اما سوالی که شاید به ذهن همه شما عزیزان خطور کنه اینه که ما چگونه میتانیم ساحه مغناطیسی را در یک آهن مشخص کنیم چگونه میتانیم در عمل این ساحه مغناطیسی را ببینیم خب ما یک آزمایش به شما عزیزان میگیم این آزمایش حتما انجام بدیم و که ضرورت داریم یک صفحه شیشهیه یک دانه مغناطیسه یک نمک پاشه و مقدار براده آهن. اما شما چی کار انجام میدید؟ شما این صفحه شیشهی رو در نظر بگیرید آهن رو زر زیر صفحه قرار بدید به وسیله نمک پاش بر روی این صفحه شیشهی براده آهن پاش بدید یک ضربه چند تا ضربه به این صفحه شیشهی وارد کنید تا این برادهای آهن در خطوط مغناطیسی قرار بگیرند بعد شما چی مشاهده میکنید؟ مشاهده میکنید که یک منحنی روی صفحه شیشهی شما ایجاد شده همانطور که ما روی شکل نشان دادیم یعنی برادهای آهن روی یک منحنی قرار گرفتن این چیه؟ ای همان ساحه مغناطیسیه پس شما میتونید با انجام دادن این آزمایش بسیار ساده ساحه مغناطیسی را از نزدیک مشاهده کنید ساحه مغناطیسی دارای یک سری خطوطه یعنی خطوطی رو ما برای ساحه مغناطیسی در نظر میگیریم ویژگی های این خطوط ساحه مغناطیسی چیا میتونه باشه؟ خوب روی شکل نگاه کنید اولین ویژگی که خطوط ساحه مغناطیسی داره اینه که از یک قطب خارج به قطب دیگه وارد میشه یعنی پایان نداره دیگه انجام نداره از یک قطب خارج به یک قطب دیگه وارد میشه که طبق قراردادی که در فیزیک وجود داره از قطب N همیشه خارج و به قطب S وارد میشه و مسیری که ایجاد میشه یک مسیر منحنی بسته یه هم یادتان باشه نکته بعدی که در رابطه با خطوط سایه مغناطیسی شما روی شکل مشاهده میکنید این نکته است که شما اگر در اطراف قطب ها نگاه کنید یعنی قطب S و قطب N این خطوط ما متراکم تر شده خطوط بیشتری را در اطراف قطب ها مشاهده می کنیم این چی را نشان میده نشان میده که در اطراف قطب های ما ساحه مغناطیسی قوی تر و شدیدتری وجود دارد پس اگر به شما گفتن که خطوط ساحه مغناطیسی را برای ما رسم کنید اولین کار اینه که شما حتما میدانید از قطب N خارج به قطب S وارد میشه یک مسیر منحنی شکل تایم می میکنه و به صورت خطوط بسته است خب شاید عزیز ما در رابطه با آهن طبیعی در اول جلسه صحبت کردیم ما میتونیم خودمان هم آهن روبا ایجاد کنیم خب آن برقی رو چه قسمی میتونیم ایجاد کنیم شما وسایلی که مورد نیازتون هسته یک بیتریه یک میخ فولادیه و مقدار سیمی مسی خب شما چی کار انجام بدید؟ شما به کاری که انجام بدید اینه که این سیمی خودتان رو به دور میخ فولادی پیچ کنید به صورت سیم پیچ دیگه یک کوایل ایجاد کنید دیگه بعدی دو تا سر سیمه به بیتری متصل کنید چند لحظه صبر کنید خب شما وقتی که این میخ فولادی یا این سیم خودتانه به یک جسم آهنی مثلا چند تا سوزن نزدیک میکنید میبینید که سوزن های شما جذب این میخ فولادی میشه اینجا نتیجه ای که میگیریم اینه که ما تانیستیم که یک آهن برقی برای خودمان ایجاد کنیم اما نکته ای که وجود داره اینه که سوال اینه قدرت آهن روبای برقی و چه عواملی میتونه بستگی داشته باشه خب طبق همان آزمایش که گفتیم شما میتونید حدس بزنید جوابی سوال دیگه اول به شدت جریان برقی بستگی داره حتی هرچی جریان برقی شما بیشتر باشه آهنربای قوی تری دارید دوم به تعداد حلقه های سیم بستگی داره هرچی تعداد حلقه های سیم شما بیشتر و بیشتر باشه شما میتونید توانید قوی تری داشته باشید و به نوع هسته یا جنس هسته هم بستگی داره پس این سه تا عامل باعث میشه که قدرت آهنربای شما بیشتر یا کمتر باشه خب شاید عزیز درس امروز ما هم خلاص شد ما در رابطه با ساحه مغناطیسی و خطوط ساحه مغناطیسی صحبت کردیم آهنربای برقی هم به شما عزیزان معرفی کردیم اما سوال برای شما در نظر گرفتیم به عنوان کار خانگی سوال با هم میخوانیم شدت ساحه مغناطیسی در کدام حصه میله مغناطیسی کمتر است یک قطب شمال میله دو قطب جنوب میله سه قطب شمال و قطب جنوب هر دویش و چهار هم وسط میله در کدام از اینا شدت ساحه مغناطیسی بیشتره جواب سوال و شماره 2964 780 255 413 برای ما روان کنید تا ببینیم که شما درس امروز چقدر خوب یاد گرفتید خب درس امروز ما هم خلاص شد تا درس جلسه بعد همه شما عزیزان به الله پاک میسپاریم موفق پیروز و سربلند باشید